دفعه که تعمید میشه واقعا فکر من متمرکز خیلی چیزا میشه. میگم راجع به تعمید صحبت کنم، راجع به کاری که عیسی مسیح کرده، چطور روی زمین اومد، چطور آسمان رو ترک کرد، چطور واقعا طریق مرگش، صلیبش، قیامش، که این همه قدرت باعث شد که ما رو دور هم جمع شد کنه که بدن زیبای مسیح تشکیل بشه. ولی این دفعه به طور خاص به انجیل زیبا، ابدی و ازلی عیسی مسیح متمرکز شدم. احساس کردم هیچ چیزی در این دنیا مهمتر از انجیل عیسی مسیح نیست و برای کلیسای مسیح چقدر حیاتیه که همه چیزو، حتی تمام تعلیماتو در مرحله دوم قرار بده و انجیل عیسی مسیحو در اول قرار بده. چقدر عالیه که بدن زیبای مسیح دائما مشتاق و تشنه انجیل عیسی مسیح بشه، چون در کلامش میگه همه چی از بین میره، فقط انجیل عیسی مسیحی که ابدی و موندگاره. چرا؟ چون حاوی خبر خوشه. در بطن و محور و مرکز انجیل عیسی مسیح خداوند قرار داره و هر که نام او رو بخونه از طریق انجیل نجات میابه. به خاطر همین انجیل نه تنها ابدیه، بلکه قدرت داره، قدرتمندترین چیزی که در دنیا وجود داره. آمین. ظفرمندان بگن آمین. برای همین پولس میگه که از انجیل عیسی مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست، قوت خداست برای او که نجات بیابه و ایمان بیاره. نجات از چی؟ از گناه. از گناه. یه موقع خیلی برای ما گناه لوس میشه، میگیم ما که کاری نکردیم. آخه گناه رو یه جور دیگه با دید انسانی نگاه میکنیم. ولی واقعا من امروز فکر میکنم چی کار کنم که یه جوری شکوه و جلال و درخشش قدرت انجیل رو نشون بدم و زشتی و زنندگی و لعنت گناه که انسان جاهل در اون دست و پا میزنه و خودش نمیدونه واقعا به تصویر بکشم. فقط یاد جواهر فروشای تو ایران افتادم. یادتونه؟ کیا یادشونه؟ طلا فروشیای تو کریم خان زن. تو جمهوری، خیابون جمهوری. وقتی که یادم طلایی رو می‌خواستیم بفروشیم، جواهری رو که خیلی با ارزش بود می‌خواستیم بفروشیم یا بخریم، این جواهر فروش زیرک و ماهر روی پارچه سیاه و مخملی این جواهر رو میذاشت که شگفتی و درخشش و قیمت و ظرفیت او رو، درخشش او رو ببینه، بررسی کنه. امروز من این کارو کردم که یه جوری متوجه بشین. این انجیل عیسی مسیحه، برگ سبزی تحفه عیسی مسیح برای آنانی که حق جویان، و این گناه بشره. عیسی مسیح گناه انسان رو پیش زمینه انجیل عیسی مسیح قرار داده. در زشتی گناه که درخشان بودن، قوت، پاکی انجیل نمایان میشه. آمین. در اونجاست که انجیل میدرخشه و اعماق گناهان انسان رو آشکار میکنه. آمین. و این گناهای ما بود، این گناهای ما بود که باعث مرگ پسر زیبای عیسی خدای پدر شد. وقتی که ما با گناه فکر میکنیم، گناه فکر میکنیم واقعا همچون که گفتم یه چیز خیلی معمولیه، ولی گناه یک خطا نیست که فقط خیلی راحت ازش بگذاریم. خطا یک اشتباه نیست که با معلومات یا با تحصیلات بخوایم اون رو درستش کنیم. گناه عدم تطبیق با محیط و جامعه نیست که بخوای محیطتو عوض کنی و گناه رو اصلاح کنی. آمین. گناه یک اشتباه نیست که با نمونه‌های خوب،
با خودسازی کتابای از دولت عشق کتابای خیلی معنوی فلسفی بخونی و خودتو درست کنی. گناه یعنی مخالفت با خدا. گناه یعنی بلند کردن مشت ضعیف انسان به طرف خدا که خدا تو انقدر بزرگ و قادر نیستی که منو نجات بدی و من مخالفم با تو که راه‌های تو رو انتخاب کنم. و هرچی که گناه رو بشناسیم که چقدر زننده و لعنت آوره به مرگ پربها عیسی مسیح خداوند و خون پربهای او و پیام زیبای انجیل بیشتر متوجه میشیم. از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قدرت خداست برای کسی که ایمان بیاره نجات میابه. آمین. گناه یک چیز خیلی بده، برای همین مژده انجیل و خبر خوش و خیلی عالی به معرض دید میذاره و باعث میشه که عزیزانمون یه همچی شهادت های عالی بشنویم و بگن. تو این شهادت ها خیلی چیزهایی شنیدیم که امیدوار هستم با قلبتون خدا صحبت کرده باشه و این شهادت هایی بود که برحال در مورد قسمت هایی بود که در مورد گناه کار بودن، دنبال بخشش بود، دنبال جستجوی عیسی مسیح بود و امیدوار هستم همینطور متوجه شده باشین که همه واقعا اینجا از خودشون تعریف کردن، نه تعلیمی بود، نه موعظه‌ای بود، بلکه خدا در زندگی خودشون چه کارهایی کرده. و چیزی که دو سه دقیقه فقط میخوام بگم، خدای ما خدای انجیل خدایی هست که همینطور که یک برادر اینجا برش باز شد، یک مذهب نیست، یک دین نیست، بلکه یک ملاقاتی است که با خدا میتونیم داشته باشیم. خدای عیسی مسیح که آمد در این دنیا صدا کرد. خدای ما خدایی هست که دعوت میکنه، خدایی هست که نه یه باری رو زندگیمون میذاره که واقعا بتونیم این بار رو با خودمون بکشیم، بلکه او آمده که بار گناهای ما رو برداره. و هر جایی که ما میبینیم عیسی مسیح میگه که یک صدایی آمد که گفته بیا، همینطور که عیسی مسیح گفته من برای عادلان نیومدم، بلکه من آمدم که گناه‌ها رو به توبه دعوت کنم، به توبه دعوت کنم. یعنی یک دعوتی است که امروز فکر میکنم کسانی که با عیسی مسیح هنوز آشنا نیستن بدونین که امروز عیسی مسیح تو رو دعوت میکنه، تو اجازه داری با فیض مسیح توبه کنی، بازگشت کنی و این صلیبی که اینجا نگاه میکنی که اونجا عیسی مسیح جریمه گناهای تو رو پرداخت کرده، از طریق این صلیب نجات رو یا اول بخشش رو به دست بیارین، بلکه نجات رو به دست بیارین. آمین. عیسی مسیح امروز هم اینجاست که تو رو دعوت کنه، دعوت کنه که حیات به دست بیارین. و عیسی مسیح خودش گفته در یوحنا باب 10:10 میگه که من آمدم که ایشان حیات یابند و اینا زیادتر حاصل کنند. یعنی خدا امروز اینجاست که زندگی تو رو پر از حیات بکنه. به این خاطر ما میگیم که مسیحیت دین و مذهب نیست، بلکه رابطه با خدای زنده که این رابطه به تو حیات میبخشه. آمین. و همین یک آیه فقط اینجا میخونم، به خاطر اینکه ما همه ما گرسنه هستیم، گرسنه حیات هستیم، گرسنه شادی هستیم، گرسنه امید هستیم. گرسنگی ما اینه که روز به روز صبح که بیدار میشیم با یک امیدی زنده بشیم. همینطور شب هم که میخوابیم نه با سردرگمی نه با ناراحتی بخوابیم، بلکه سرمون بذاریم و بتونیم بدونیم که در امنیت خدا هستیم. یا ما اینو دوست داریم و خدا هم اینو هم دوست داره که در زندگیمون انجام بده. و اگر گرسنه حیات هستین، اگر گرسنه بخشش هستین، اگر گرسنه شادی هستین، آرامش هستین و حیات و حیات جاودانی، اینجا عیسی مسیح تو رو دعوت میکنه. و در یوحنا باب 6:35 اینجا نوشته، عیسی به ایشان گفت من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد.
به این خاطر امروزم نمیدونم کیا هستن که اینجا هنوز این رابطه رو با خداوند ندارن، هنوز با عیسی مسیح آشنایی ندارن. امروز خدا تو رو اینجا هدایت کرده که با اون خدای زنده، خدای واحد آشنا بشین. کسانی که الان شاید با این شهادت ها خدا با قلب تو صحبت کرده، امروز روز نجات توست. امروز عیسی مسیح اینجاست که گناه تو رو به آموزه، بار گناه تو رو ورداره و به جایش حیات خودش رو ببخشه. اگه واقعا دنبال این، شاید یک نفر اینجاست، مهم نیست، فقط همون یک نفر خدا هدایت کرده، شاید هم پنج نفر باشن، فقط امروز خدا میگه که روز نجات توست. امروز میتونه آسمون برای تو باز بشه. امروز خدا میخواد محبت خودش رو لمس کنی و این محبت زندگی تو رو دگرگون خواهد کرد. آمین. اگه تو اینجا هستی که خدا با قلبت صحبت کرده، خوب میشه الان چشمامون ببندیم. کسانی که با عیسی مسیح ایمان دارن، خدا رو شکر، میتونی تشکر کنین. میتونی بگی خدا من میخوام بیشتر تو رو پیروی کنم. کسانی که واقعا در این سردرگمی زندگی میکنن، میتونن این دعا رو با من بکنن. و این دعایی که من میکنم خودتون اینطوری تکرار کنین، عنوان نه میخوام بگم توتیواری، بلکه واقعا با تمام قلب، مثل این که خودتون این دعا رو میکنین و طوری دعا کنین، نه توی قلبتون بلکه با این صدایی که گوش تو صدای زبان تو رو بشنوه و بگو عیسی مسیح، من تو رو نمیشناسم، و امروز با قلب من صحبت کردی. شاید بتونیم اینو همه با هم بگیم که کسانی که اینجا هستن شاید خجالت میکشین دعا بکنین، یا یه جوری یا این چیز قدرت نداری، فقط شاید با هم دعا رو بکنیم، همه با هم بگیم عیسی مسیح، من تو رو هنوز نمیشناسم، میخوام با تو آشنا بشم. اگه تو پسر خدا هستی، تو کفاره گناه ما شدی که به من حیات ببخشی و گناه های من رو ببخشی. بیا خودت رو به من ظاهر کن، من میخوام با تو آشنا بشم. امروز تصمیم میگیرم تو رو جستجو کنم و قلب من باز کنم که بیای در قلب من ساکن بشی، حاکم بشی و من رو تقدیس کنی، پاک کنی و بار گناه های من رو برداری. اگه تو همین هستی که گفتی هر کسی نزد من بیاد هیچ موقع گرسنه نخواهد شد، چون تو نان حیات هستی، از این نان میخوام بخورم، از این آب حیات میخوام بنوشم، تشکر میکنم که دعای منو شنیدی. جلال رو به تو میدم در نام عیسی مسیح. آمین و آمین. خدا این دعای ساده رو میشنوه و عمل میکنه. همه ما که ایمان آوردیم کارهای بزرگی نکردیم، فقط همینطور آمدیم با دل شکسته گفتیم خدا من تسلیم تو هستم، بیا خودت رو مکاشفه کن. آمین. امروز روز نجات توست. الان میخواییم آخر وقتم اعضایی که یعنی عزیزانی که اینجا تعمید گرفتن، که معمولا کسی که توی یک کلیسای تعمید میگیره عضو کلیسا میشه، یعنی اون موقع ما هستیم که کلیسا هست که به هر حال مسئولیت داره که شما رو در این راه تازه هدایت کنه که رشد کنین. همینطور هم شما هم هستین که داوطلبانه باید این آمین رو بگین، لبیک خداوند من اجازه میدم در زندگی من دخالت کنی، از من یک شاگردی بساز، برای اینکه همینطور که شهادت دادین من میخوام از امروز به بعد با عیسی راه برم. درسته؟